با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و سوم از ماه دسامبر. در روزهای دوشنبه در باب مقالطه ها صحبت میکنیم، در این راستا هستیم. در واقع کتاب هایی که میآوریم، بحث هایی که میکنیم، اگر مواردی باشد که نیاز به توضیح مغلطه باشد این کار خواهیم کرد. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. میفرماید: هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده میدارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بوید، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو، هیهات. بود صبور دل اندر فراق تو، هاشاک. اگر تو زهر زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. انان مپیش اگر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. به چشم خلق عزیز اون زمان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت برخاستر. یا یعنی نتزد. فکر میکنم در این قافیه از کنم به سعدی بزرگ نظر داشته: ای بر تو قبای حسن چالاک، صد پیرهنت جداییت چاک. پیشت به تواضع است گویی افتادن آفتاب بر خاک. ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک. کس بر تو توان گزید، هیهات. مهر از تو توان برید، هاشا. بیشتر از 50-60 غزلی هست که در واقع حافظ به سعدی نظر داشته، همچنان که به دیگران. خب اجازه بدید خدمت شما عرض کنم یک چیزها میشنویم از ایران، خیلی جالب است. یکی اون که اعلام کردن که عرض میشود که ستار بهشتی رو کتک خورده، اما با سقطش این کتک ها نبود. خب جالبه دیگه. برسورم یک اعتدادی هم ما دستگیر کردیم، هرگز هم اعلام نمی کنن عکسی از این جنایتکاران، عکسی از این آدم ها، از دزدان. یه در رو گرفتیم زندان انداختیم. خب خدا به درست می بیاموز. راجب خانم ستوده هم شایع شده است که ایشون اعتصابش به خاطر این بوده است که بگوید بچه 12 ساله من رو از ممنوع الخروجی بردارید. من فکر نمی کنم در واقع تا از خود ایشان چنین چیزی نشنویم یا واقعا خبر تأیید نشود، نباید چنین چیزی رو بپذیریم. یعنی میخوان قد و قامت سیاسی خانم رو کوتاه بکنن. میگن آقا اینم یه خانمی بود، خانم خانه‌داری بود، اهل بچه و اینا بود، فکر بچهش بود. یعنی یک احوال تنگ نظری حاکم هست و من باور نمیکنم تا از خود ایشون نشنوم. یعنی واقعا خبر رو تأیید بکنه کسی. خود ایشون مدرسه کجا هست؟ چند روزی در حال اعتصاب هست. اینکه من اعتصاب میکنم بچه 12 ساله من رو بردارید، این خیلی خیلی چیز فرومایه است واقعا برای آدم سیاسی. من باور نمیکنم. خدمت شما عرض کنم که در هفته گذشته همونطور که میدانید سازمان ملل متحد با اکثریتی قاطع فلسطینیان رو به عنوان یک مردم شناخت. سرزمین فلسطین رو یک استیت، یعنی یک خاک کشور رسمی اعلام کرد و اینها رو از اون حالت سرگردانی به در آورد. آقای نتانیاهو عرض شود که احوال این نتانیاهو مانند این عرض شود که در این روزگار قدیم و جدید هم میدونید در زندانها شکنجه میکنن و میزنن و اینا، به خصوص کشورهایی که با غرب هم یک مراوداتی دارن این کارا رو زیاد میکنن و میکردن. میشنون که یک عده بازرس از سازمان ملل میان، نماینده حقوق بشر هستن، میخوان با زندانی صحبت کنن، آب و جارو میکنن اینا به اینا، لباس خوب میشن نکنه چیزی برای ما بگید. و دولت ما
به قائل اعظم ما چیزی نگی، اینها پیشون تعلیمات میدن. بیچاره زندانی هم از ترس چیزی نمیگن. یکی از اینها میگه آقا به داد ما برسین، اینجا میزنن فرام میکنن اینا. بعد که میرن این بابا بدبخت میرن میگن بگه ما نگفتیم شاکی نشو، حالا بردن چیکارت بکنیم، حالا به جای روزی 10 تا شلاق 50 تا شلاق میزنیم تا از این کارا نکنی. این احوال آقای نتانیاهو در باب این داستان فلسطینی. حالا میرین سازمان ملل، خیلی خب منم درستتون میکنم، 300 میلیون اول باید پول بدی، 3000 تا خانه هم میخوام اونجا بسازی. سازمان ملل هم اصلا به درد نمیخوره، آقا چه رسمیتی داری سازمان ملل، رو بکشو بکنی. حالا ببینید که بایستی پرسید که اگر سازمان ملل متحد با سرعت قاطع این بیچاره رو مینداختنش بیرون، نماینده فلسطینی ها رو، اون موقع میبایستی میدیدیم که آقای نتانیاهو باز در باب سازمان ملل اینا رو میگفت، میگفت اینا بی‌ارزش رأیشون، اینا متکی به ارباب. این پادشاهان معمولا یه بچه چیزی داشتن، یه غلام میدن رو زانوی شاه مینشست و اینا. این به اعتبار روی زانوی پادشاه نشستن میرفت سیلی میزد به آدمای بزرگ. این سو اون سو کسی هم جرأت نمیکرد، اون پشت ارباب بود دیگه. یه فیلمی هست که نتانیاهو رفته بین یه خانواده که رأی بگیره، چون این کارا رو همه جا میکنن، سیاست کشورهای دموکراتیک در میزنن، صحبت میکنن، بچه‌ها رو بغل میکنن، از این کارا. اونجا میگه آمریکا مالی هم نیست، زیر دست خودمونه، حالا یه اشتباهی هم بکنه ما به راه راستش بیاریم. فیلمشو پخش کنین لطفاً. امیر جان، این آقای نتانیاهو داره صحبت میکنه به زبان عبری، بعد ترجمه انگلیسیش هم زیرش هست. این فیلم آره کسی با تلفنش گرفته، هر گرفته رفت کرده بیرون. میگه آره به امریکا جدی نگیرین آقا، اینا خودمون هستن، ما اینا رو اگر خطایی بکنن به راه راست میاریم، اصلا مهم نیست چی میدن اینا. بله، با تکی و عربا نگاه کنید. ممنونم از شما. این در واقع آدم های مثل این بی بی به اصطلاح هم میگن بی بی و مناهم بیگن و اینها مردان صلح نیستن، اینها آدم های رادیکال هستن، اینها اهل زور هستن. کشور اسرائیل در واقع وضعیت فلسطین رو یه آدم های مثل اسحاق رابین رو میخواد، خانم لیونی، کسانی که بصیرتی دارن، آینده رو نگاه میکنن، ارزش های انسانی رو محترم میدارن. دستور داده 3000 نمیدونم واحد مسکونی بسازن در همین زمین فلسطینی ها. تمام دنیا معترض شدن، شنیدم که دو کشور مهم اروپایی در واقع سفیرهای اسرائیل رو خواستن در دو کشور که آقا این چه کارست میکنید. اون خانم اشتون نماینده اتحادیه اروپا اعتراض کرد، خود آمریکا اعتراض کرد. اما زور دیگه، میخواد زور بگوید صلح هم بکنن، چون این چیزی میسر است. خب اجازه بدهید که از سبت که من دو کتاب اینجا معرفی کنم. وظیفه ماست بزرگان حزب ایران، چون ما حزبی که نداریم جز حزب ایران. این حزب ایران زمین بارو نگه داشت. بنیانگذار حزب ایران کوروش کبیر است به نظر من، دبیر کلش حکیم فردوسی، بقیه هم اعضا هستن. یکی از این اعضا عرض کنم ابوریحان بیرونی است و کتاب التفهیم، التفهیم یکی از شاهکارهای نجوم هست. آدم حیرت میکنه از این نبوغ ابوریحان و حرفایی که در این کتاب زده شده. و
عرض کنم من به دو دلیل این کتاب رو خواستم خدمتتون معرفی کنم. یکی بوده اهمیت کتاب و اینکه به فارسی نوشته شده در اون روزگار و لغاتی که خود این بزرگ اختراع کرده فارسی و در کتابش گنجانده، و البته این کتاب رو به عربی هم استاد تحریر کرده. برای ریحان نامی دختری بوده است در خاندان از خوارزمشاهیان به تقدیم به او به زبان پارسی نوشته است، و استاد علامه جلال الدین همایی که از اعضای حزب ایران شود که تصحیح کرده و تصحیح چنین کتابی نیازمند احاطه بر نجوم قدیم هست. من فکر میکنم که خیلی 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 آدم ها کم هستن که نجوم قدیم رو و این جدول ها رو و این در واقع کاتالوگایی که از ستاره میگن بفهمن امروز، چون قدیم این علم. اما همایی وارد بوده. اینجا یه دو که میخونم به یاد این مرد بزرگ خدمتگزار ایران زمین استاد جلال همایی. میگوید ای کاش اون چرا که استادی بزرگ همچون ابو ریحان درست کرده بود بر جای به شمار درست کرده بود بر جای مندی و دفترها این اندازه پرغلط و آشفته و درها بر هم نگشتی تا نگارنده ناتوان این مایه خون جگر نخوردی و برای درست کردن هر کلمه و هر شمار چند بار جانش به لب نرسیدی و در راه وارسی به گوناگون کتاب‌های خطی و ریاضی پیشین که خود احوالش بر اهل کار آشکار است شبان روزها تواف و برای یک محاسبه چند ورق را همچون روزگار خیش سیاه نکردی. این زیر نویسی از استاد جلال الدین همایی. اما یک کتاب دیگر از دیوان مکرم. این مکرم یک شخصیت بزرگ اصفهانی است از روشنفکران طراز اول، روزنامه‌نگار، انسان مدرن، و نقد ملایان میکرد. نقد ملایان میکرد، چندین روزنامه منتشر میکرد در اصفهان، مخصوصا صدای اصفهان بعد از مشروطه و در روزگار قائد اعظم که قرار بود که مجلس پنجم رو برقرار کنند و وکلای تقلبی رو بیاورد که به اون رأی بدهند برای پادشاهی. هر شبت که مکرم مخالف بود، مکرم مخالف تقلب در انتخابات بود. این است که او رو تیر زدن، همون گونه که میرزاده عشقی رو تیر از سمت راست زیر پهلوی مکرم وارد شد، از سمت چپش بیرون رفت اما جان به در برد و بعد او رو تبعید کردن در روزگار قائد اعظم. و اشعارش از می شود که روز لهجه اصفهانی است، غزلهای ناب به زبان پارسی و یادش گرامی باد. در این شماره مجله روزنامه انقلاب اسلامی اینجا اسناد رو یک محقق بررسی کرده که بر مکرم چه گذشت، چه شد، چرا مکرم رو تیر زدن. اینجا به تفصیل آمده. آقای محمد جواد عبداللهی عرض کنم این کار رو تحقیق کرده، در مقدمه نوشته که تحت عنوان روزنامه صدای اصفهان و مجلس پنجم در باره سند زیر می نویسد پس از کودتای سوم اسفند رضاخان به طور پیوسته بر قدرت خود افزود. او در این تاریخ با لقب سردار سپه وارد کابینه شد و در خرداد ماه 1300 با برکناری سیزیاد وزارت جنگ را به عهده گرفت. و بعد میرسد به ماجرای انتخابات و موضوع مکرم. اینها در واقع شخصیت‌های بزرگی بودند برای مردم. آزادی میخواستن، توسعه اجتماعی میخواستن. این کودتاها به طور کل صد راه توسعه آزادی، دموکراسی و توسعه سیاست در مملکت ما شد. بدبختی ها همه از اونجاست. توصیه میکنم اگر پیدا کردید دیوان مکرم اصفهانی، چون وقت کم هست، در واقع من میخواستم که یک شعری ساخته است به زبان اصفهانی در باب یک کسی که مدعی شد رفته از امامزاده داوود و بابا غوری بوده، به قول خوب شده مسخره کرده، آخوندها باش دشمن بودن البته با مکرم میتوان تنس و هم میده. خب امروز خدمت شما عرض شود که کتاب طبقات رو آوردم، یه قطعه از این میخوام بخونم. ما بعض حقایق رو بین خطوط باید تشخیص بدیم که چه میگذشته. یک بخشی میخونم مربوط است به هرمزان. هرمزان فرمانده لشکر اهواز که بعد که اعراب حمله کردن عقب نشینی کرده به دسفول و دسفول تحت محاصره قرار گرفته، میگوین دو سال به فرماندهی ابو موسی اشعری و بعد
با خیانت یک کسی هرمزان تسلیم شده و با بعض بزرگان ایران خودش رو تسلیم کرده و رفته به حضور عمر. این داستان خیلی مشهوری است. مکالماتی در این کتاب هست که نشان می‌دهد که همه مطالبی که ما خدمت شما عرض کردیم اینها درست است. دوستان گرامی عرض کردم که نیروی محرک پشت سر حرکت عراق این سو و اون سو سرقت بوده، دزدی، نه اسلام. این انقلاباتی هم که میشد مثل کار عرض میشود که داستان حسین و عرض میکنم پسران حسن و اینها بر سر قدرت بوده، برای زر و زور بوده، نه برای اسلام. برای اسلام هیچ کس حرکت نمیکرد، کما این که در روزگار مکه قریب 13 سال تعلیمات قرآنی اینها 50-60 نفر بیشتر نشد. اما وقتی که سخن گرفتن اموال مردم شد، هر شبت که در رفتن به بهشت، در مزد رفتن به بهشت، تعداد ببین چه تعداد. خب حالا هرمزان من میخونم خدمتتون مکالماتش رو تحلیل میکنیم ببینیم که چگونه بود احوال این دوستان که به مملکت ما آمدن و اسلام عزیز برای ما هر شبت که هدیه کردن. میگوید او از مردم فارس بود و چون جنگ جلولا تمام شد، یزدگرد از هلوان به اصفهان و از اونجا به استخر رفت و هرمزان را به شوشتر فرستاد. هرمزان شهر را تصرف کرد و در دژبون متحسن شد. گروهی از فرماندهان و گروه بسیاری از مردم شوشتر با او بودند. دژی که هرمزان در پناه گرفته بود کنار شهر کوه قرار داشت و آب اون را احاطه کرده بود و نیازهای ایشان از اصفهان تأمین می شد. آنان مدتی در آن دژ بودند و ابو موسی اشعری 2 سال و به قولی دیگر 18 ماه آن را در محاصره گرفت و سرانجام آنان تسلیم فرمان حکم عمر شدند. ابو موسی هرمزان را همراه 12 اسیر ایرانی دیگر پیش عمر فرستاد. آنان جامه های دیبا و کمربند ها و علنگوهای زرین داشتند و ایشان را با همان ها به مدینه آوردند. مردم با شگفتی آنان را می نگریستند. از بالا از اینجا آدم ها نیده بودن اهل مدینه، مشاهدن بیچاره فقیران تو خونه های گلی زندگی میکردن. اینجور عرض شود که هیبت و هیئت و حالت اشرافی که ایرانیان به خصوص سپهبدان ایران داشتن، حالا طبری میگوید که مردم مدینه بر روی دیوارها یکدیگر رو خبر میکردن و اشاره میکردن که اینک ملک عجم، یعنی اینجاست ببینید پادشاه ایران رو، اینک ملک عجم آوردن اونجا. بله با توق و با یاره و گوشوار به دستندرش گرزه گاوسار. توق و یاره و گوشوار اینا آلات زرین بود که از میکنن که بزرگان میادختن موهای بلند با مروارید. این آدم یخی که در آوردن از طرف های رضاییه بود، نمیدونم کجا بود، اینها همین احوال رو داشت، موهای با مروارید و گوشوار و دستمند و اینها آلات زرین. گرفتاری عمده ایران زمین این بوده است که در عصر قدیم میان 2 ناحیه وحشی ها مدنیت ساخته، یکی همین عرب ها بودن، یکی اون آسیای مرکزی ها. اینا مملکت رو خراب کردن، مدنیت ایران رو تخریب کردن. خب میگه تعجب میکردن. خیلی خوب، آنان را به منزل عمر بردن. بسیار خوب. عمر در خانه خود نبود، در جستجو بر آمدند. هرمزان به فارسی گفت پادشاه شما گم شده است. به آنان گفتند او در مسجد است. و چون وارد مسجد شدند، او را در حالی که ردای خود را زیر سر نهاده و خوابیده بود، هرمزان پرسید پادشاه شما این است؟ گفتند این خلیفه است. پرسید مگر پرده‌دار و پاسدار ندارد؟ گفتند خداوند نگهبان اوست تا هنگامی که مرگش فرا رسد. خداوند نگهبان اوست. هرمزان گفت این پادشاهی گواراست. عمر به هرمزان نگریست و گفت از آتش به خدا پناه میبرم. و سپس گفت سپاس خداوندی را که این شخص و پیروانش را با اسلام خار و زبون فرمود. عمر به کسانی که همراه آنها بودند گفت سخن بگویید و از پراکندگویی و پرحرفی پرهیز کنید، یعنی گزارش رو سریع به من بدید، حاشیه نرید.
انس ابن مالک گفت سپاس خداوندی را. خوب گوش کنید، ببینید این همون ذهنیتی است که من خدمتتون عرض کنم. ذهنیت سرداران عرب چی بوده؟ اینا که میومدن ایران زمین برای چی میومدن؟ این انس ابن مالک از بزرگان بود است. سپاس خداوندی را که وعده خیش را برآورد و دین خود را قوت بخشید و کسانی را که با آن ستیز میکردن خار زبون فرمود و سرزمین و شهرهای ایشان را در میراث ما قرار داد و اموال آنان را در اختیار ما نهاد و فرزندان ایشان را اسیر ما کرد و ما را بر ایشان چیره فرمود. این در واقع لب لباب و اساره ذهنیت این دوستان اسلام عزیز بوده. این سو حرکت میکرد، یه سرزمین که تسخیر میکردن اموالش غارت میکردن، تولید که نمیکردن که، هر جا میرفتن خراب میشد، هر جا میرفتن خراب میشد، بعد چه میکردن؟ حالا یه جای دیگه، تا زمانی که دیگه جایی نبود. حالا اینا امپراتوری اونچنان بزرگی هم نتونستن، ایران بدبخت ما رو گرفتن و این حاشیه آفریقا رو دیگه تا ما برون نه. تا اینکه دوستانمون از آسیای مرکزی پیدا شدن، اونا دیگه، اونا هم خب زندگیشون به زندگی عربا بود، چادرنشین بودن، قبیله و اهل سرقت و اینا. گفتن یه دینی آمده میگه هر کی سرقت کنه بهشت هم میره. گفتن به 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 به، این دیگه خیلی چیز عالیه. اینه که در امر دین این آسیای مرکزی ها در واقع جدیتر از اعراب بودن در کشتار دیگر اندیشان و اینها، آدمایی مثل آلوکتگین و سبکتگین و تغلق و محمود و اینها بودن. این عرض میکنن که خونخاران و دزدان آمدن و اونا حمله کردن، عرض میکنن که به هندوستان، و همین بود دیگه در واقع این داستان اسلام. خیلی خوب، بله. و ما را زبون کرد، ما را چیز کرد، اونچنان که هر کس از ایشان را بخواهیم میکشیم و هر کی را بخواهیم زنده نگه میداریم. بله. عمر گریست و سپس به هرمزان گفت انبار تو چیست؟ این عمر باطنش پیدا بوده که هم معنی دزدی ها رو میفهمیده، هیچی نمیخورد از این انبار، یه نان خشکی، لباسی هم نمیپوشه، مرتب هم میگفت این دزدی ها که ما میکنیم بین ما فساد و نفاق میاره. گریستنش بابت این چیزها بود. خب میگوشین به هم زنیت عمر که خیلی خب. و سپس به هرمزان گفت اموال تو چیست؟ گفت چی داری غارتت کنی؟ چی داری با خودت؟ گفت میراث نیاکان من پیش خود من است، ولی اون چه از اموال پادشاه گنجیده ها بوده کارگزار تون را گرفته است. گفت ما چیزی که داشتیم که متعلق به پادشاهی با حشمت ایران بوده دزدان شما غارت کردن. عمر گفت ای هرمزان، رفتار خداوند را با خود چگونه دیدی؟ رفتار خداوند، ببینید اینا مغالطاته، مغالطه زبانی، مغالطه است. رفتار خداوند نبود، یه مش دوست فرستادی یه سر اینا، چرا که خداوند حرف بزن. و این مغالطات رو در ذهن ما، مغز انسان فریب میخوره، فکر انسان با تبلیغ، با تکرار فریب میخوره، موضوعات موهوم براش شکل حقیقت میگیره. مثلا عرض میکنم که حالی هموطنی هم زنگ زده بود در این باب، اشاراتی هم داشته، درست بود اشاراتش. فرض کنید که یک کسی میاد به یک کسی میگیم آقا مثلا احمد آقا رو کشتن، قاتلش معلوم نیست، تو بیا شهادت بده که حسین آقا اینو کشته. میگه آقا من هرگز هم چه کاری نمی کنم، من که ندیدم، چگونه شهادت بدم؟ نمیام شهادت بدم که احمد آقا حسین آقا رو کشته. در حالی که این اگه بیاد شهادت بده، در واقع حرفش، حقیقت سخنش یک روی 7 میلیارده. یعنی ما اگر 2 متهم به قتل داشته باشیم، ندیده یکیش رو بگیریم، 50% دیگه صحت سخن ما 50%. این صحت سخنش 1 روی 7 میلیارده. یعنی اگر ما جامعه انسانی رو در نظر بگیریم که در قتل حسین آقا یکیش شریک بوده، خب احتمال ریاضیش میشه 1 روی 7 میلیارد. باز 1 روی 7 میلیارد ممکنه حرفش درست در بیاد که خیلی خیلی نادر. اما خیلی راحت بگیم اشهد ان لا اله الا الله،
آقا از کجا میدونی؟ تا چقدر کجا فهمیدی شهادت میدی که این غیر از این الله کسی نیست؟ از کجا فهمیدی؟ آقا چه چیزی دیدی؟ چه چیزی؟ اشهد ان محمد رسول الله. آقا تو از کجا شهادت این چیزی میتونی بدی؟ مبتنی بر چه دلیلی داری شهادت میدی که علی ولی الله است؟ شهادت دروغ داری میدی؟ از کجا به تو ثابت شد؟ چه چیزی دیدی آقا؟ کدام چیز غریب و عجیب دیدی یه میگی اشهد ان محمد رسول الله؟ اینا مغالطه است. شهادت میدم که فلان کس مثلا فرستاده خداست. خیلی ادعای بزرگیه، خیلی چیز غریبی، اصلا امکان نداره چنین چیزی. رسول یعنی چه آقا؟ این ظلم آشکار در حق بشریت. یه همچین کاری، یعنی خدا چنان دیوانهی باشه؟ مثلا خدا رو بیان تعریف کن ببینن چی؟ کسی توانسته خدا رو تعریف کنه؟ نخیر، شما از آثار سن به سانه پی میبرید. این حرفای بچگانه است. همونطور که یک صندلی که میبینیم نجاری دارن، اینا دیگه باید ریخت آتو جوی تو جوی آب. خدایی اگه باشه بسیار بزرگتر از این حرفا بایستی باشه. صندلی و نجاری اینا دائم اینا رو در بیارن. علت مادی دارد و علت قایی دارد. از این حرفا که 2000 سال پیش ارسطو زده میبینن. شهادت میدم، فوری شروع کنیم به شهادت دادن. یعنی این مغز و مراجع ما رو به هم ریختن واقعا. البته عقلا هرگز این حرفا رو قبول نکردن، آدم های بزرگی مثل بیرونی، مثل فردوسی. شما در واقع خلقت جهان رو ببینید، از زبان فردوسی چه میزان علمی است، حقیقتا تکاملی است. یعنی عقلا بودن نسبت به جهان چنین میاندیشن. بهترین تئوری علمی که زمان فردوسی بوده همین بوده که از این چهار عنصر جهان پدید آمد. تنها جایی که نام یزدان رو میبره اونجاست که جوابی براش نیست. میگوید خداوند از هیچ ظرفیت خلقت آفرید. و دامن خدا رو دیگه فردوسی رها کرده که یزدان زنا چیز آفرید بدان تا توانایی آمد پدید. و بدان یعنی بدین دلیل، به دلیل دخالت خدا که از ناچیز توانایی خلقت رو بجرد. بعد دیگه توضیح میده که دیگه همش به صیغه ماضی مجهولی است، اصلا دخالت نداره خدا در کار خلقت. از زبان فرق ابتدای شاهنامه است. یکی 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 سخن میگه استاد اونجایی که عرض کنم که گیاهان حیوانات به وجود آمدن و بعد در مرحله چهارم چون این بگذرید آدم آمد پدید. نمیگوید آدم رو خدا از بهشت فرستاده. این داستان‌های بچگانه. طبیعت ایجاد کرد در سلسله مراتب خلقت و تکامل انسان هم به وجود آمد. چون این بگذرید آدم آمد پدید شد این بندها را سراسر کلید. همه این مشکلات رو، مشکلات لاینحل طبیعت رو، انسان به قوت دانای و خرد حل کرد. شد این بندها را سراسر کلید. نخستین فطرت یا فکرت پسین شمار توی خیشتن را به بازی من. یعنی اولین موجودی هستی که دارای تفکری، تعقلی و فطرتی و در سلسله مراتب خلقت چهارمی. زیباترین اندیشه فردوسی رو این دوستان ما با این تصحیحاتشون تخریب کردن، چون نفهمیدن واقعا مقصود رو. نخستین فطرت پسینت شمار، یعنی آخرش میره به روز قیامت و جاجمنت الهی. اینا رو مجرمن این آقا، اینا رو باید گرفت سو کرد به قول امریکایی ها، برد دادگاه. مجرم فرهنگی. ما شهادت میدیم، بله شهادت میدیم که بله فلانی چیز علی هم ولی الله است. از این حرف همونیم شهادت مغز نداریم دیگه، قبول کردیم، فکر نمی کنیم. هرچه گناه هم شیعیان بکنن میذاریم به گردن سنی.
هرچی هم ثواب سندی بکنیم میذارم حساب. سخنان لاتاول ضد بشری است واقعا. ما انتظار عدالت از این آخوندها داریم؟ آخه اینا کدوم کار کجای کار این عادلانه بوده؟ شما به ما نشون بدهید ببینیم در تعریفات اینها از زمان نمیدونم شیخ مفید و کلینی و اینها، آخه ببینیم اینا جز تعصب و کینتوزی چه چیزی در این کتاباشون. اونجا هم که عرض کنم که جستجوگر عدالت و عدالت وعده میده به فقرا و بیچارا و بیسوادا، چون شیعیان از بیسوادترین آدم ها بودن، چه کسی قبول میکنه این سخنان الله تعالی رو؟ که بله هر سبت که حضرت هر سبت که قائم رفته است به تشا، اونجا زندگی میکند برای خودش، میاد عدالت میاره. قصه نخورید اگر ناراحتین از بی عدالتی عباسیان یا اومدیان یا اینها، آینده هست. این ذهنیت هنم برای ما مونده، متاسفانه هنوز منتظریم، کروات میبندیم، مدرسه هم رفتیم ولی منتظریم آمریکا بیاد ما رو نجات بده. خب این همون ذهنیت دیگه. نگاه کنید به این اهل سوریه، مردم دلاور سوریه، منتظر قائم ننشستن برای نجات. وقتی نشد که این دولت خونخوار این اسد و پدرش حقوق مردم رو نداد، دست به اسلحه بردن، چاره‌ای نبود و سرنگونش خواهند کرد. ما نشستیم ببینیم آمریکا کی میاد بمب بریزه ما رو نجات. حالا چیکار میکنه این کسی که قراره بیاد از ذهنیت شیعه بیرون آمده میخواد عدل برقرار کنه؟ اونقدر آدم میکشه تا زیر تندم شکم اسبش خون میریزه. این هم عدالت نوع آخوند شیعه هست؟ چه انتظاری از خمینی میره؟ این که روز اول آدم کشی رو شروع کرد. میرود میکند گور عمر رو، میکند گور ابوبکر رو، اینا رو استخونان اینا دم آتش میزد. شما فکر شما کنید اینا برای محمد هم احترام قائل زنی؟ اینا نه دین دارن، نه انصاف دارن، نه عقل. و خنددار اینه که میگوید در فقه شیبه، در فقه شیعه غیر از کتاب الله که قرآن کریم هست و سنت اینا عقل. خنده‌داره که میگه یکی از پایه‌های مهم فقه شیعه عقله. کجایش در شیعه کجاش عقل بوده که حالا پایه فقهش عقل باشه؟ پوری شهادت میدیم که بله، یه زمانی هم شهادت میدادیم که اسماعیل ذل الله است، اشهد ان اسماعیل ذل الله. این نشانه ای بود در این کتاب مستطاب طبقات، از قدیم ترین عرض شود که تاریخ های اسلام هست، که اینا باشه. حالا بقیه داستانش هم دیگه بارها گفتیم که نقش هرمزان چه بود در قتل عمر اینها بماند. یک موسیقی میخوام به شما نشون بود. یک بچه دوره کرد با تعداد زیادی اسباب و اساسیه و نمیدونم ساک و اینها، یه ویولونی زده در یه کوچه در تهران. شنیدنی واقعا شنیدنی است، ولی مقاله هم در موسیقی اصلا ندارم. بارها عرض کردم این آقا اینا که اهل موسیقی هستن باید ساز خوبی بزنن، هی میرن کتاب مینویسن اظهار نظر میکنن و مقاله نویسی میکنن. آقا برای سازی بزن، مردمی استفاده بکنن از وجود تو، هی مقاله مینویسی. یکیشون هم که بارها راجعش صحبت کردیم، حالا زده به قلندری، گفت در صفت ایشون در هیئت درویشان، نه در صفت ایشان، یه چیزی زده با کمونچه. آخه کمونچه بلد نیستی تو بزن. بعد عوضی که توضیح بده این چیه ابتدای نوارش، فحش و فضیحت به همه کمونچه روازان تاریخ. یک بارم نمیشه اینو گوش کنی. ببینی این ویولون زده این پسر، فکر میکنم 13-14 سالش بیشتر نیست، والا به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر از بسیاری از استادها بسیار بهتر و شیرینتر و جالبتر و عالیتر زده. شما گوش کنید، شما قضاوت بفرمایید. به چرخ این سمت که این وری میکنی که نور بیافته به صورت Thank you.
درد نکنه. با درود بر شما وطنان گرامی، خدمت این بچه فقیر دورگرده. حالا دو ورژن از این برنامه، یکی آقای آل احمد فرستادن، یکی هم آقای تندر دوست عزیز هنرمند ما. در یکی از اینها ازش دعوت میزن، میگن بیا جلوتر بیا جلوتر، بعد بین نواختن یه کسی یه پولی میده، این بچه میذاره در جیبش. حالا این کجا تعلیم دیده؟ این نمیدونم واقعا. شما آدم داریم که 30 سال رفته ویولون کار کرده، اصلا نمیشه شنید، اصلا نمیشه شنید. من مقاله مینویسم، به تعلیم نیست این داستان هنر. عرض میکنم یه چیز ژنیه به نظر من، یعنی کار شعر. شما نمیتونی شاعر تربیت کنی، اون موقع میشه شاعر زورکی، به قول شهریار نویسنده زورکی و شاعر زورکی. یکی هم هر شبت که موسیقیه. واقعا ما یه آقای داشتیم، خدا رحمتش کنه، برادر آقای اسدالله ملک. هرچه ملک با ذوق و حال بود، چون ذوق و حال و غنا اصل موسیقی است. اگه شما موسیقی شرقی حداقل، اگه شما موسیقی بشنوید اصلا شما رو به جایی نبره، خیالی رو برنانگیزه، احوالی رو زنده نکنه، که موسیقی نیست که. آخه باری ایشون بعد از چندی سال شاگرد سبا بود، چنین و چنان بود، اینا آهنگری میکرد به این سنتور. واقعا اصلا نمیشد شنید ساز این مرد. من خیلی دلم میخواد اگه کسانی هستن این بچه رو میشناسن معرفیش کنیم، حداقل معرفیش کنیم، این نام این بچه نامش چی است، کجا یاد گرفتی این کارو. واسه حتما استاد رفته باشه، نمیدونم. خیلی خیلی زیبا اجرا کرد. دور گردی میکنه یه پولی میگیره، تو خیابونا ساز میزنه. میگم کار هنر در مملکت ما اینجوریه. اما دزدان ماشاءالله، دزدان واسه خوبه، البته همیشه دزدان واسه خوب بوده مملکت. هرچه بیعقلتر و خائنتر وضع بهتر. حافظ بیچاره در منتهای فقر گفت زمان به مردم نادان دهد زمام عمور، یا فلک یادم نیست شعرش، منو ببخشید اگر اشتباه میخونم از خاطرم. تو اهل دانش و فضلی همین گناه هست بس. بیچاره مرحوم ملک شعرهای بهار به خاطر که با استبداد مخالف بود، دخترش کتابی نوشت که مادرم چادرش رو سر میانداخت، در کتابهای کمیاب و بی نظیر پدر رو، کتابهای خطی رو در بازار میفروخت که نانی بخره. از این تاون استبداد من نمیدونم که رها خواهیم شد. خب اجازه بدید که از ابن بطوته، در ابن بطوته هم گفتن، مردی بود از اهل مغرب، همین مراکش، یک شهری در اونجا، و سال 703 به دنیا اومده. 703 یعنی اول قرن هشتم. خیلی جاها سفر کرده، آفریقا تا چین رفته، ایران اومده، اصفهان، شیراز، و در کربلا بوده، نجف بوده، از میشود که خرمشهر بوده، آبادان، عبادان به قول خودش در نا آمده، و مشاهدات خودش رو خیلی دقیق نوشته. خیلی خیلی چیزها ما میآموزیم از سفرنامه ابن بطوته. به اصفهان آمده. خب بخش اصفهانش رو میخونم و شیرازش رو، و ماجرای شیعه شدن یه خان مغول و دستورش به عرض میکنم که امام جمعه اصفهان شیراز که خطبه رو به شیوه شیعه بخوانید، و شمشیرها که کشیدن که ما هرگز زیر بار این عقاید شیعه نمیدیم. اون کسانی که میگن این حافظ همش رو برای خاندان نبوت و اینا و ولایت و اینا، نه، یکی از مهمترین مراکز سنیگری شیراز بود، یکی شب اصفهان. شیعه هم اگه پیدا میشه جنگ میکردن، در واقع محله از بکنم شیعه هم بوده که شهر اصفهان رو در این جنگ ها صدمه دیده بوده. حالا اصفهان که از شهرهای عراق عجم است، شهری بزرگ و زیباست، ولی اکنون قسمت زیادی از آن در نتیجه اختلافاتی که بین سنیان و شیعیان اون شهر رو به گفت می‌داده به ویرانی افتاده است. این اختلافات هنوز هم ادامه دارد.
و مردم اون شهر دائم در منازعه و کشتار به سر میبرن. میوه در اصفهان فراوان است، از جمله زردالوی بی‌نظیری که قمرالدین نامیده میشود و اون را خوشخانیده و ذخیره میکنه. حالا گفتم اصفهان، خدمت شما عرض میکنم که نگاه میکنید به این فیسبوک سرزمین جاوید که به نام بنده هست، دیدن که خب بعد از تهران که خیلی بزرگتره، بیشترین اعضا رو ما از شیراز داریم. اول شیرازه با اندک تعدادی اصفهان و بعد مشهد. بله خب زردالو هسته این زردالو شیرین است. دیگر از میوه های اصفهان به آن شهر است که نظیرش در هیچ جا پیدا نمی شود. به اصفهان بسیار خوش‌طعم و بزرگ است. دیگر از میوه های شهر انگور عالی و خربوزه عجیبی است که غیر از بخارا و خارزم در هیچ جای دنیا مثل مانند ندارد. یعنی خربوزه گرگاو میگه. خب بعد میگه اون رو خوش میکنند و انجیر چنین و بالاخره خربوزه اصفهان بسیار شیرین است و هر کس عادت به خوردن اون نداشته باشد در اول اسهال میگیرد. و من خود در این شهر به همین گرفتاری دوچار شدم که حالا این بیچاره خربوزه نیست که به اسهال مینداخته، اون کودی است که در میوردن از این کوچه ها تو این چاه ها میریختن. حالا اوضاع اجتماعی اصفهان. اهالی اصفهان مردمی خوش‌قیافه‌اند، رنگ چهره آنان سفید و روشن و متمایل به سرخی است. شجاعت و نترسی از صفات بارز ایشان میباشد. که حالا عوطن اوما بر اسپانیا خیلی جوب میسازن در این باب که تو اون بره جوب من این بره جوب. پیرن گونه صد تومن است، یعنی اهل جنگ. خب ببینید فرهنگ رو از شبت که ایدئولوژی ها و این ها تغییر میدن. سخن از زمانی میکند که اصفهان هم یک شهری است و از مهمترین شهرهای ایران، هنوز صفوی پیدا نشدن. تقریبا یه چیز حدود 100 اندی سال بعد اینا آمدن و بلکه بیشتر اصفهان رو پایتخت آخوندهای شیعه کردن. امروز اصفهان به عنوان یکی از مراکز مهم شیعه است. در واقع همه این لاتائلاتی که نوشته شده بیشترش از زمان صفوی در اصفهان نوشته شد و بعد به روزگاری رسید این اصفهانی شجاع و دلیر که همه از دلاوریشون صحبت میکنن که وقتی محمود افغان آمد با چند تا دوست و اینا محاصره کرد اصفهان رو، اینا گفتن خب قضای الهیست دیگه، قرار بود است این بیاد ما رو بکشد، خب بکشد دیگه. میشتن کنار کوچه ها، هیچ تو دست به شمشیر نمیکرد، دیگه خاص خدا بود. تلقین، عرض کردم آدمیزاد فریب میخوره. تلقین، بر اثر تلقین از شبت که تخریب شد. حالا بمانم اصفهانی ها مردمانی گشاده دستند. امروز عکسشو میگن در واقع لطیفه ها میگن در باب برادران اصفهانی ما. مثلا میگوین که یک کسی دوست میاد دم در، تعارف نمیکنن، آقا بفرمان، میگه تشریف نمیاری تو؟ یه دقیقه نمیشینی؟ یعنی نه تو اگرم بیان یه دقیقه بیشتر نشین، یه چای نمیخورید؟ یا مثلا شب نمیخواید بخوابید؟ سیغه نفی. البته اینجور هم نیست، این لطیفه برای همه هست دیگه، میگن دیگه در باب همه شهر. حالا بمانه. بله اسم خب همچشمی و تفاخری که میان آنان در مورد اطعام و مهمان نوازی وجود دارد منشأ حکایات غریبی شده است. مثلا اتفاق میفتد که اصفهانی رفیق خود را دعوت میکند و میگوید بیا برویم و نان و ماست بخوریم، ولی وقتی او را به خانه میبرد انواع غذاهای گوناگون پیش او میآورد و اصفهانی ها به این رفیق خود مباهات زیاد میکنند. این صفات بزرگ ایرانیان بوده، مهمان نوازی. هر لحظه از پیشوران اصفهان رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب میکنند که او را کلو می نامند. دسته های دیگر هم که اهل صنعت و حرفه هستند به همین نوع رؤسایی برای خود برمی‌گزینند. جوانان مجرد این شهر جمعیت هایی دارند و بین هر گروه با گروه دیگر رقابت و همچشمی برقرار است. مهمانی ها می دهند و هرچه می توانند در این مجالس خرج می کنند و محفلی عظیم با انواع غذاهای مختلف فراهم می آورند. حکایت می کردند که یکی از این دسته ها دسته دیگر را مهمانی خوانده و غذای آنون را با شعله شمع پخته بود. دسته دیگر که خواسته بود تلافی بکند در دعوتی که متقابلن به عمل آورده بود برای تهیه غذا به جای هیزم حریر مصرف کرده بود.
یعنی احترام به میهمان در مسابقه بود. اون با شم روشن کرده این حریف، حریف همیشه گران قیمت بود. خب حالا شیخ قطب الدین اصفهانی و که میره پیشش و چیز میگیره، خرقه میگیره اینا، تا میرسیم به داستان شیراز و اینکه شیخ مجدالدین شیرازی میگوید از ماین به شیراز رفتیم. شیراز شهری قدیمی و وسیع و مشهور آباد، دارای باغهای عالی و چشمه‌سارهای پرآب و بازارهای بدیع و خیابانهای خوب. در این شهر نزد مترتیب عجیبی حکم فرماست، هر یک از اصناف پیشوران در بازار جداگانه متمرکز میباشند و از افراد سنهای دیگر در میان آنان داخل نمیشوند. شیرازیان مردمانی خوشاندازند و لباس تمیز میپوشند. در مشرق، در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها و باغها و آبها و خوشگلی مردم به پای دمشق نمیرسد مگر شیراز. این شهر در زمین مسطحی واقع شده و گرداگرد آن را از هر سو باغها فراگیر و پنج نهر از شهر میگذرند. یکی از آنان نهر معروف رکن‌آباد است. حالا توصیفات مسجد بزرگ و مسجد عتیق و صحن بزرگ و نقاط مرمره و چنین و چنان و اینا. بعد شیخ مجدالدین شیرازی که از تصوف بوده، تا میرسیم علامه هلی که از اعاظم در واقع علمای شیعه است و سلطان محمد خدابنده. این مغلها که آمده بودن باره از کردن و اینا، دینشون شمنی بود، دین یابانی بود، بت‌پرستی و فلان. آمدن و رفته رفته تمایل پیدا کردن که یک دین رسمی برای خودشون پیدا کنن، خصوصا که اسلام فایده ها داشت. اینا به غارت دعوت کرده بود و جهاد و آدم کشی و اینا. میدونید که در بطن اسلام چیزهاست که در هیچ دینی نیست. یکی این که هر کی با ما نیست بر ماست، هر کی مسلمانیست نجسه و ناخونش کسی نجسه و خونش کسی و اون هم چیزی و زن و بچه‌ش هم مال ماست، باید بخوشیم تا همه جا داره مسلمان بشیم. این فقط در دین عزیز اسلام هست، در هیچ دین دیگری نیست. باری پذیرفته بودن. بعد مسابقه ای شد بین علمای شیعه و سنی که اینها رو به دین خود بیارن. این علامه هلی آمده و رفته سراغ سلطان خداونده و علامه هلی. پادشاه عراق سلطان محمد خداونده را زمان کفر مصاحبی بود به نام جمال الدین ابن مطهر که یکی از فقهای شیعه به شمار می‌آمد. چون این پادشاه به دین اسلام در آمد و مغالان به طبیعت او اسلام پذیرفتند، در مراتب تعظیم و احترام و فقیه مذهب بیفزود و این فقیه مذهب تشیع را در از پادشاه جلوه داد و حکایت احوال صحابه و ماجرای خلافت را با او در میان آورد. حالا ببین چه عرض می‌شود که این چه کلاهبرداری کرده، اینجا چه مغالطه‌ای کرده. جالبه که این آقا رو شیعه کنه. خب حکایت احوال صحابه ماجرای خلافت را با او در میان آورد و گفت عمر و ابوبکر وزیران پیغمبر بودند، در صورتی که علی داماد و پسرعم او بود و بنابر قاعده میبایستی میراث خلافت هم به او برسد و برای تقریب ذهن پادشاه مثل از خود او زد که سلطنت از اجداد و اقارب خیش به ارث برده است. سلطان که هنوز تحت تاثیر رسوم مألوف مغل بود و به قواعد دین اسلام آشنایی زیاد پیدا نکرده بود، تسلیم استبداد شد و فرمان داد که مردم را در همه جا وادار به قبول مذهب تشیع کنند و به شهرهای عراق عرب و عراق عجم و فارس آذربایجان و اصفهان و کرمان و خراسان فرمانها فرستاد و مامورینی گسیل داشت تا این مهم را عملی گردانند. خب تا اینجاش خیلی خوب، خیلی مطلب ساده است. آدم فرستاد که در واقع مناسک اسلام، عبادات به همون شیوه شیعه باشه، مثل همین اشهدان علی اندالی الله در رماز و طرز ایستادن و از کنمی تغییرات کوچیکی که تفاوتایی که هست. مأمورین سلطان پیش از همه به شهرهای بغداد و اصفهان و شیراز رسیدند. در بغداد مردم بله باب العزج که اهل سنت و بیشتر حنبلی مذهبن از قبول فرمان امتناع ورزیدند و در حدود 12,000 تن از این مردم که به مردانگی و سلحشوری مشهورند روز جمعه در مسجد جامع گرد آمدند و چون خطیب به منبر رفت همه از جای برخاست سوگند یاد کردند که اگر در خطبه جز به طریق سابق، یعنی طریق سنی ها،
جز به طریق چیزی بگوید یا کم و زیادی بکند، هم او به هم فرستاده سلطان را مورد حمله قرار خواهند داد و عواقب چنین اقدامی را هم هرچه باشد قبول دارند. فرمان سلطان این بود که اسامی خلفا و سایر صحابه از خطبه حذف شود و فقط اسم علی و پیروان او مانند عمار و غیره مذکور افتد. خطیب از بلوای آب بترسید و خطبه را بر همان نهج مألوف ادا کرد. در اصفهان شیراز هم نظیر این جریان اتفاق افتاد و فرستادگان سلطان به او اطلاع دادند که مردم حاضر به قبول این فرمان نیستند. سلطان مثال داد که قاضیان هر سه شهر را به حضور بفرستند. نخستین کس از این قاضیان که پیش سلطان رسید مجدالدین قاضی شیراز بود. این قاضی مجدالدین خیلی خیلی شهرت داشته. در آن هنگام سلطان در ایلاغ خود قراباغ اقامت داشت، بفرمود که قاضی را جلوی سگ‌ها بیندازند. سگ‌های درنده این بیچاره را می‌انداختن، سگ‌ها پاره پارش می‌کردن. این سگ‌های قوی هیکل که در زنجیرشان نگه می‌داشتن برای دریدن و خوردن بنی آدم تربیت شده بودند. کسانی را که می‌خواستن جلوی سگ بیندازن بند از دست و پا برداشته در میدان وسیعی می‌آوردن و سگ‌ها را رها می‌کردن. محکوم از پیش سگ‌ها می‌گریخت، اما چون راه فرار نداشت عاقبت گرفتار می‌شد و سگ‌ها پیکر او را از هم می‌دریدند. گفت قاضی مجدالدین را بندازیم پیش سگ. چون سگ‌ها را در برابر قاضی مجدالدین رها کردند، منظر غریبی پیدا شد که آن حیوان‌ها از جمله از حمله به قاضی خودداری کرده در برابر او دم می‌جنبانیدند. سلطان که از واقعه باخبر شد، پا برهنه از خانه بیرون دوید و خود را در قدم قاضی انداخت. ببینید چی داستان چقدر مسخره بوده. این مقاله چه آدمای ساده ای بود. حالا اینا از عمامه این ترسیدن، ازش و پشمش وحشت کردن، گفتن آقا این شاید خودش از ما درنده تره، من نمیدونم. این از معجزات و کرامات حساب کرد. میگه آمد سر برهنه، این شاه مغول خودش رو به قدم قاضی انداخت. سنیگری خدا میگه چه خونریزی ها میشد اگه برعکس میشد. و بر پای او بوسه زد و دست او را گرفته جامه هایی را که بر تن خود داشت به او بخشید. و این عمل نزد مغولان بزرگترین درجه لطف و مکرمت سلطان می باشد و چون کسی مورد این لطف واقع شود، جامعه پادشاه در خانواده او به عنوان سند افتخار از اسلاف و اخلاف می رسد و تا اون جامعه باقی است یا چیز از اون جامعه جاست در حفظ آن می کشد. از لباس های مختلفش رو هم پیراهن او از همه بیشتر اهمیت بیشتر. سلطان خداونده دست قاضی را گرفت به سر خود برد و زنان خود را بفرمود تا حرمت او را به جای آورد. حالا اون پشمشتا البته این تو سنی بود، اهل سیغه میده نبود. و به انفاس او تبرک جویند. چون این بود که سلطان مظهر تشیع را فرو گذاشت و مثال داد که طریق اهل سنت و جماعت همچنان محفوظ ماند و قاضی را با عطایای زیاد و نهایت اکرام و احترام به شهر مراجعت داد. از جمله عطایای سلطان خداونده به قاضی 100 قریه از قرای جمکان بود که در دره‌ای به مسافت 24 فرسخ بین دو کوه واقع شده و نهر بزرگی از وسط آن می‌گذرد. این محل بهترین نواحی شیراز است و یکی از قرای بزرگان میمن نام دارد که خود چون شهری است. از عجایب جمکان این است که یک نیمه اون، یعنی قرایی که وصف به شیراز است، تا حدود 12 فرسخ کاملا سرسیر است و برف در آن میبارد و بیشتر درختان قسمت گردوست، اما نیمه دیگر که وصف به حدود خنج و لارستان در سر راه هرمز واقع به قایت گرم میباشد و درختان خرما در آن به عمل میآید. در همین محل بود که من قاضی مجدالدین را برای دومین بار هنگام مراجعه ملاقات کردم به سال 748 و من برای زیارت قاضی از هرمز به اونجا رفتم. خب بعد اینجا با قاضی مجدالدین هر می شود که ملاقات کرده. حالا در باب علامه حلی من ممکن اشتباه کرده باشم، تحقیق میکنم ببینم که نقش علامه حلی در اینجا چه بود. باید می شود که بعد نتیجه چه خدمتون میگم. چون میگه اگر که مصاحبی داشت به نام جمال الدین بن مطهر که یکی از فقهای شیعه است، من فکر کردم که تلقینات از اون علامه بوده، باید نگاه کنم. خب بعد اینجا راجع به شاه شیخ ابو اسحاق سخن گفته
محفظ ساختن اون قصری که نظیر کاه‌طاق کسرا بود که معلوم شود که موفق نشد و مطالب بسیار بسیار مفید دیگر. بنابراین در شیراز حاضر نشدن، یعنی محیط شیراز محیط اهل تسنن بود. اساسا همیه 99% شاید مؤلفین و مصنفین بزرگان داشت همین سنی بودن. آقا حالا بیام این آخونده بگو بگه نه اینا تقیه میکردن، از کجا میتونیم؟ ما داریم آقا حدیث صحیح داریم، مثلا یا نمیدونم روایت های محکم داریم که مثلا عرض کنم که سعدی شیعه بوده مثلا. در اون محیط پادشاهان سنی مثل شاه شقوس ها و عرض شود که شاه شجاع، اینا مجالس میهمانی هر شب شراب و اینجور داستان ها. حافظ هم خود در اونجا زندگی میکرده، گرچه آدم های مثل حافظ و مولوی و عطار این آدم های روشن فکر جامعه بودن، این اهل دین نبودن. که آخه شما چطور میتوانید یک آدم اهل فکر رو متقاعد کنید به این که عمل به جواره باعث رستگاریه؟ یعنی دلا بشی راست بشی بدوی دور کعبه نمیدونم چیکار کنی اینا چیزا کنی، اینا که آقا اینا از عوام بوده دیگه، از ابتدا برای عوام بوده. یک ذره عقل ممکن بود اینا رو نفع نکنه ولی قبول نمیکرد به بچی که منظور نظر گنجا گذارا میشه. هیچ چیز عمیقی در تعلیمات اسلامی نیست واقعا، هیچ چیز فلسفی عمیقی که بشه بهش آویخت یا یک معنی اون چنانی. شما فقط بگو که اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله دیگه تمام بود. رستگاری در این دو کلمه است. خیلی خیلی عجیب هست این داستان ها. خب حالا که وقت پیدا کردیم اجازه بدید که برن ببینیم که ماجرای مطری نوه سینه زنی امامزاده داوود. خب من براتون میخونم. عرض میشود که یک ورقه چاپی که از مطبعه سنگی چاپ شده بود به اصفهان رسید که امامزاده داوود تهران چشم سید محمد رضا مازندرانی را که کور بوده شفا داده. قبلا باید کور بودن سید محمد رضا معلوم باشه تا بتوان گفت حضرت او را شفا داده. حق بازا و دوزا معمولا از کارا میکردن، بعضیشون هم خوب میشه. یهو میاد پیش امام رضا، یه دم اجامر و اوباش با خودش میبرد، میگفت ای بابا من بینا شدم. بعد مردم میرفتن لباس اینو تیکه تیکه میکردن به این پول میدادن، خیلی بعضش درست میشد. در ضمن تیم آخوندها محکمتر میشد، بله حزبشون نیرومندتر میشد. یک بار میگوین این اتفاق در روزگار در فرمان استانداری مرحوم قوام اتفاق افتاد. قوام سلطنه مرد دانشمند از کنم ادیب آدم فاضل، این لا تا الات رو قبول نداشت. دید که شلوغ شده مشهد، گفت چه خبر؟ گفت آقا معجزه کرده یک کوری شفا داده و اینا. گفت بیانش پیشم. آوردنش. گفت پسر جان تو چی بود جریان؟ گفت والا من اصلا کور نابینا بودم، از مادرزاد من اکمه بودم، کور مادرزاد. رفتم پیش امام الان روشن شدم الحمدلله خدا رو شکر. قوام پاچه شلیک از شلوارش یکم میاره بالا، میگه این جوراب من چه رنگیه؟ میگه قربان قهوه‌ایه. میگه فلان به فلان امامت کی وقت پیدا کرد بهتون رنگ یاد بده؟ چند توسری اردنگی میزنن عوام رو پراکنده میکنن. خب میگوید که این رو مکرم نوشته در همون روزنامه هاش، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلق الله و محمد و آله اجمعین. بله حضور محترم آقایان و مسلمانان عرض می شود درب خانواده محمد و آل محمد، در خانه محمد و آل محمد ناامیدی نیست و هر نشی که ما ها داریم از این، هر نعمتی که ما داریم از اینها می باشد.
هر کسی دستش از هر جا کوتاه میشه بر دست به دامان این خانواده میاندازد. پس در خانه محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه محل ناامیدی نیست. اشخاصی که دچار عرض کنم که گرفتار میشوند خلاصه اونجا میروند و در این آستانه قدم میزنند. خب حالا میگه که از بس که امومزاده در این معرکه کم بود، قوز بالای قوز شد برامون امامزاده داوود. اینو سینه زنی درست کرده بود و همون عرض میکنم که آدمای ظریف میگن در مجالس خصوصی سینه میزدن این شعرها رو میخوندن. یک کوری رو چاق کرد اعجازی قاچاق کرد، یک دسته ز مخلوق خدا شبکوری هستن، یک فرقه دیگر به جهان بابا قوری هستن، از فیض تو دورن یعنی همه کورن. تو دکتر چشم همه یا همه اعضا، یستغفر ذکره نشود کاش مجزا، در دیده ناقص هستی متخصص، سید حمزه تبریزی مگر اونجا فروخته است، یا هارون و لات سم خودشا اونجا فروخته است، این دوز و کلک بود یا سنگ و محک بود؟ بله اون سمتا مگر هارون و لات شعبه با کرده، یا امامزاده قاسم اومده اونجا جا کرده، مشت تو شده باز ای پشت هم انداز، 900 تا امامزاده به اصل تو زنین است، سید حاجی قریب هم یکی از معترضین است، گویند که داوود قبلا کجا بود؟ بله از سید حی هیچ کسی بهره نبرده، دیگر چه شفاهی میدهد سید مرده؟ میگه آقا این سید زنده جز ضرر و زیان و کلاهبرداری نکردن، حالا سید مرده یه مرتبه متخصص چشم و جراح و اینا شده، از سید حی یعنی زنده هیچ کسی بهره نبرده، دیگر چه شفاهی بده سید مرده؟ در معجزه وا شد هنگام شفا شد. ای آقای پرتخمه اگر معجزه کردی صد دیگری کرم کن، تو به مکرم اگه مردی یک معجزه کن سه در حق ابو جهل. اینم نسخه سینه زنی مرحوم. یک چیزی هم در باب عرض می شود که عمامه گفت خیلی خیلی عالی بود، که حالا من باید یک روز این رو پیدا کنم خدمت شما بخوانم. اینا روشن فکران بعد مشروطه بودن و اینا هیچ کدامشون با دخالت ملا و آخوند دین در کار سیاست اساسا اعتقاد نداشتن. افسوس که اون دولت بیدار یعنی مادرنیتی که مشروطه آغاز کردش بود بخفت، واقعا افسوس که اون دولت بیدار بخفت. ما به این داستان گیر افتادیم. اجازه بدید که یکم از این سابقه مکرم رو من اینها بخوانم خدمت شما. فوق العاده جالب هست. بله خب ما در صفحه 12 یادی کردیم از مکرم. مردم اصفهان بسیار علاقمند هستند به این مرد. در واقع طنزنویسان اصفهان بسیار بودند، اما بعد سیاسی و اجتماعی مکرم رو نداشتن. آدم های مثل علی شبر که سید جعفر خاکشی، صادق ملا رجب اینا بودن، اما فعال سیاسی و اجتماعی نبودن. خب اینجا امیر جان وقت ما چه میزان است؟ قربان چقدر مانده از وقت؟ بله 10 دقیقه خیلی خوبه. محمد علی مکرم متصدی کتابخانه و وکیل دعاوی شهرداری اصفهان بوده است. بله بله روزنامه صدای اصفهان به سال 1339 هجری قمری به مدیریت و سردبیری وی در شهر اصفهان تأسیس و زمانی 15 روز یک بار و مدتی هم چند ماه یک بار بوده است. این روزنامه به خوانندگان خود روزنامه اخلاقی ادبی اخباری و فکاهی معرفی شده، ولی قسمت عمده مندرجات آن حاوی مبارزه هایی است که مدیر روزنامه بر علیه خرافات و اوهام عامه نموده است که به صورت نظم و نثر آن زمان که به نظم و نثر در روزنامه چاپ رسیده است.
باید در نظر داشت که مطبوعات در تاثیر مطبوعات در این زمان با توجه به نبود رادیو و دیگر وسایل ارتباط جمعی یگان قدرت تاثیرگذار بر افکار عمومی به حساب می آمدند. در این میان مکرم به همراهی جمع دیگر از مردم اصفهان به هنگام انتخابات مجلس پنجم به فعالیت انتخاباتی می پردازند. چون عرض کردم اون قائد اعظم وقتی متوجه شدن که نمیشه دور زد مشروطه رو، گفتن خب ما از طریق قانونی استبداد رو برقرار میکنیم. در این حوزه افرادی چون دکتر سید احمد خان احتشام الحکما، حاج میرزا یحیی دولت آبادی که ازش سخن گفتیم اینجا و خاطراتش خوندیم خدمتتون، بله، مهدی فاطمی یا عماد السلطنه و حبیب الله امین التجار نامزدهای نمایندگی مجلس بودند. امین التجار نماینده بازاری ها بود و مکرم به همراهی جمعی دیگر به حمایت از او برخاست. این حمایت او و همراهانش با مخالفت محمود انصاری فرماندار اصفهان و محمود آیرام امیر لشکر جنوب مواجه می شود. آقای آیرام هم که سر جن کلامیزاش هم از اون جنایتکاران که می شنست. اینو ماموران البته قائد اعظم بود. اون دو می کوشند تا از طریق تهدید مکرم و همراهانش را از این امر باز دارند. یعنی نذارن که انتخابات درست انجام بشه و این نمایندگان واقعی مردم مجلس بدن. هنگامی که تهدید موثر واقع نمی شود، انصاری عده‌ای از آنها را می گیرد، اما چون جان سالم به در می برد، ببخشید، از آنها را تبعید و عده‌ای دیگر را به شلاق می بندن. مکرم نیز در نیز مورد سوء قصد قرار می گیرد، اما چون جان سالم به در می برد، او را نیز برای مدتی به قریه برخار در حوالی اصفهان تبعید میکنند و تنها پس از گرفتن تعهدی مبنی بر این که دیگر در امر انتخابات مداخله نکند. اینجا که رسید، یعنی کار به اینجا که رسید که یک کسی پیدا شد و آقا در انتخابات مداخله نکنید، کار هممان تمام است. یک کسی در انتخابات بگذاره و درش تقلب بکنه، مثل همین سید علی و دم و دستگاه جهنم میشه. آقای احمدی نژاد بی حیا واقعا خجالت نمیکشه پیش وجدانش، وجدان نداره که مردم با اون شور بیان در خیابان رأی بدن، اون بیچاره برنده بشه، این آقا بیاد با کمال وقاحت خودش رئیس جمهور بدونه و اونا در زندان باشه. و تنها فضل تحر بله و آزار میکنه. به این ترتیب به نظر میرسد که اونها افراد منظر خود را راهی مجلس کنند. خب اصل سند رو همینجا آورده مدیر روزنامه صدای اصفهان محمد علی مکرم، بعد در تاریخ 5/7/1320 توسط آقای دشتی نماینده آزادخواه مجلس ملی در ذی‌الحجه 1340 قمری که محمود انصاری فرماندار اصفهان و محمود آیرام امیر لشکر جنوب بود گفتگوی انتخابات بود. عده زیادی بودیم که به آقای حبیب الله امین التجار اصفهانی علاقه داشتیم و تمام سعی ما این بود که آقای امین به نمایندگی اصفهان انتخاب شود. آقای محمود انصاری مرا تهدید کرد که در این که در انتخابات امین حرف مزن. بله بنده دستور او را و خلاف قانون بود تمرد کردم و در این ضمن گفتگوی تلگرافخانه پیش آمد. چون دستور از مرکز رسید، آقای اعتماد التجار را به کرمان تبعید کردند. جمعی کسی را به سربازخانه بردند، ریش و سبیل آنها را تراشیدند و همه را شلاق زدند. سهم بنده هم این بود که غیر مستقیم مقتول شدم در شب 11 ذی‌الحجه پشت منزلم. مفتم میگه پشت منزلم که در محله مسجد جامع بود، حسب دستور و اکید بله گلوله هفتی به پهلویم زدند. بنده را در حال بیهوشی و در خون غلطیده به بیمارستان بردن. مدتی تحت معالجه بودم و در همان ایام عشق ناکام هم مقتول شد. روزی که با حال ضعف از بیمارستان خارج شدم، محمود انصاری دستور داد که به منزل خود نروم و بنده را به منزل رئیس معارف فرستادم و مدت 2 ماه در اونجا بودم. اهل و عیال من و طفل کوچکم اجازه ملاقات نداشتند. در اون وقت خوب شد به قریه خار، اینجا نوشته جربوز خار، من نمیدونم واقعا این تلفظش چگونه است، بله بروم. مدتی هم در اونجا بودم تا همین آش و همین کاسه ببخشید بودم تا بالاخره به من تکلیف شد که دیگر در امر انتخابات
قلم فرسایی مکن والله همین آش از همین کاسه. بنده که طعم غیر مطبوع گلوله ها چشیده بودم تا چند روز قبل در منزل و خیابان و بازار متحرک بودم، اینک استدعا دارم عریضه بنده توسط اون وجود عدالت خواه در مجلس شورای ملی قرائت شود و احقاق حق معمل آید. استدعا دارم حق مظلوم را هر کسی باشد رعایت نمایید. انتظار دادخواهی دارم. علی مکرم. اگر علاقه مند هستید هر شبت که این روزنامه انقلاب اسلامی است که آقای بنی‌صدر منتشر میکنه، دوستان در حق ما تعنت‌ها دارن که آقا حالا اومدی شما برای بنی‌صدر تبلیغ میکنید. عزیز من شما دیدید من برای کسی تبلیغ کنم؟ مگر اینکه واجب آید واقعا بعض اوقات ما بخوایم به دوستی مثلا کمک کرده باشیم در باب بعضی کتاب‌ها و اینا. ما نگاه کردیم دیدیم آقا مطالب درستی هست در این روزنامه انقلاب اسلامی. اما مشکل شما با بنی‌صدر چه چیزیست؟ بنی‌صدر بسیار انسان شریف است. اونجا که بنده هست بسیار بنده باشیم اختلاف بسیار دارم. همین اصلا نمیپسندم که اسم این روزنامه انقلاب اسلامی باشه. چه انقلاب اسلام؟ بارش هم آیه قرآن. اما مطالبی که هست در واقع مطالب وزین و درستی است، در مسیر آرمان‌های ملی است این نشریه. حالا شما زنگ بزنید بگید آقا شما حالا شدید مبلغ آقای بنی‌صدر. از بس این خارج کشور این آدم‌های خشمگین بی‌سواد فقط فحاشی کردن، مردم رو بیزار کردن. آقا یه چیزی که صاحب ارزش پیدا میشه ما باید قدر بدن. برای یه زبین حرف رو زدم یه زبینیم رو اگه تلفن این چیزی هست اگه بخواهیم که شما در اختیار داشته باشین. اینجا من چیزی نمیبینم. بعد پیدا میکنم. بعد اینجا هستی چیزهای اجازه بدید که عرض کنم. اینجا نشانی پستی و بانکی در فرانکفورت جرمنی هست. متاسفانه من تلفن اینجا نمیبینم که خدمتتون اعلام بکنم. اگر که پیدا کردم بعد خواهم گفت. بله. امیر جان وقت ما گویا تمام شده نه؟ بله وقت ما تمام شده است هموطنان گرامی. گفت کنون از که امکان گفتار هست بگویی برادر به لطف و خوشی که فردا چو پیک اجل در رسد به حکم ضرورت زبان در کشی. از امیر سپاسگزارم. از شما هموطنان بزرگوار، از عزیزان هموطن اصفهانی که بسیار محبت دارن پیام‌های زیبا میذارن و شیرازی و خراسانی و آذربایجانی بسیار سپاسگزارم. از همه هموطنان که توجه میکنن و در محتوای این برنامه به چشم عنایت نگاه کنید. و برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.